اتهام های سیاسی افغانستان علیه پاکستان، متهم شدن پاکستان با پشتبانی از طالبان، حضور جنگجویان پاکستانی در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان، خواستن صلح از پاکستان به چی معنی است؟ آیا پاکستان همسایه خوب برای افغانستان است یا دشمن؟ مهمان من در این برنامه در متن این تحولات قرار دارد. محمد عمر دوادزه، نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور پاکستان. دوزه سه بسیار زیاد تشکر که فرصت گذاشتین. حیات عالی رتبه به دوحه میرا، در چی مورد صحبت میشه؟ میشه کمی توضیحات بدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید. شکر. حیات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان که قرار بود حتی قبل از سفر رئیس جمهور به امریکا به دوحه بره، باز او سفر پیش آمد و معطل شد. شما مطلع هستین که چند روز قبل نماینده خاص قطر آمد و دوباره یک پیهیا ساخت و دعوت آورد که حیات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان به قطر تشریف ببرد، که حیات در حال تشکیل است. امید است تا فردا نهایش ها که فردا دعوت رسمی قطر میشد. طبیعتا اونا مهماندار هستن. خوبی عزیز که بالاخره این حیات باز هم روی روی با حیات عالی رتبه طالبا صحبت خود داشتن. هدف اساسی از این است که اولا خود سری آتش بس که طالبا گپ بزنن، خواهش کنن، فشار بیارن به هر طریقی که میشه که آتش بس بدست بیه. مردم افغانستان از دوام جنگ بسیار خسته شدن، از تلفات خسته شدن، از ویرانی خسته شدن. این هدف اول است. هدف دوم میخواد باشه که کوشش میکنن که از طالبا بشنون که اونا با موارد مختلفی که برای یک دولت برای آینده افغانستان ضرور است پالیسی های از اونا رو بشنون بگیرن که باز در مطابقت به از او پروسه صلح پیش بره. حالی ما شما همه ما مردم افغانستان و جهان در مورد پالیسی های آینده طرز کاری آینده طالبا ابهامات دارن. توتا میگن بعضی مواردش سخنگویشان میگن، ولی تو مشرح نداریم آیا حالت دهه 90 میرن یا تغییر کردن یک فکر دیگه دارن، آیا قدرت کامل میخوان یا میخوان شریک باشن در قدرت. این هم موارد باز مفید است برای آینده. دوزای سب یک مثلا ایست که گزارش های نشر شده که قرار است شما پیشنهاد بدین آتش بس به طالبان. طالبان 7000 زندانی شان میخوان که رهاشون، همچنان از لیست سیای سازمان ملل بیرون شون. قرار است زندانی رو رها کنین؟ خب او خوب به فیصله دولت تعلق داره، من مورد فیصله کردن نمیتونم. من نظر شخصی خود گفته میتونم که هیچ کسی باید در زندان نباشه که در نتیجه ای جنگ به زندان رفته. او جرم و جنایت و قتل و قتال و او که پا علایده است. ولی معاون نخست رئیس جمهوری چند پیش انتقاد کرده بود که اشتباه بزرگ کردیم که ما طالب را رها کردیم. خب او را خب با اساس سفارش لوی جرگه رها کردن. رئیس جمهور لوی جرگه خواست. لوی جرگه نماینده مردم افغانستان است. او لوی جرگه برش گفت که رها کن به خاطر که به صلح برسیم، رها کن با اساس فیصله از اونا. آلی اگر قرار باشه، اگر فرض به ای باشه که در برابر صلح، در برابر آتش بس باز هم 7000شان رها شد، باز هم رئیس جمهور مجبور است که لوی جرگه دایر کنه. یعنی اشتباه را دوباره مرتکب میشن حکومت؟ بازم او تصمیم دولت نبود، تصمیم ملت بود. این بار هم اگه میشه تصمیم ملت میباشد. چی کسان اشتراک میکند در نشست دوحه؟ ما هنوز لیستش ندارم و شاید هم نهایی نشده باشه، اما سیاسیون عالی رتبه کشور، بلندترین مقامات که شروع میشه از رئیس جمهور اسبق، از دکتر صاحب عبدالله، از آقای حکمتیار، از خلیلی صاحب، از محقق و به می شکل از دیگه دوستا هم، جنرال صاحب دوستم هم نامش گرفته، مارشال صاحب دوستم هم نامش گرفته میشه که اون هم شاید باشن. یا از ریاست جمهوری چی کسی هست؟ از ریاست جمهوری خود تعالی که میگن که آقای سلام رحیمی خواد باشه، جمع دو سه نفر از اعضای تیم مذاکراتی ما در دوها. آیا فکر میکنید بنبست صلح بشکنه؟ این سفری که به دوحه میشه و قرار است در روز آینده باشه؟ امیدواری هست، امیدواری های جدی هست.
موضوعات شد ترتیب شده در حکومت که چی مورد صحبت میشه، اگر به تصمیم نرسن چی میکنن؟ خب خدمتتون عرض کردم که دو موضوع مهم، یکی آتش بس است و دیگه توقعات طالبا و پالیسی های آیندهشان، ایر دوی از سه موضوع، این موضوعات مهم است. طبیعتاً که جزئیات داره، به جزئیات میرن، اونا هم شاید نقطه نظر خود داشته باشه. توقعات طالبا اگر گفته شوه تصمیم گرفته میشه؟ در همون جا یعنی پس دوباره باید کابل بیان؟ بازم رئیس جمهور همیشه گفته که تصامیم بزرگ بدون مشوره ملت نمیگیره، به ملت مراجعه میکنن که او از طریق لجرگ است. یعنی بعد از اون باز لجرگ دوباره برگزار میشه در کابل؟ طبیعتاً. اگر توقعات طالب ها مشخص باشه و در بدل از اونا چی میکنن نقاط عمده و مهم باشه، طبیعتاً که رئیس جمهور مثلی که گفته، مثلی که وعده کرده که به لوی جرگه مراجعه میکنه. طرح نشست استانبول تا هنوزم یا هست یا نه؟ کل چیز دو هست. خب او مثلا ماسکو، استانبول، در اسلام آباد، چه هفته قبل در تهران بود، این همه جلسات حاشیه‌ای و ممد است. ممد دو هست. پروسی دوها محوری است، رولش محوری است. هر جای دیگه که ملاقات میشه، دیدار میشه، بحث میشه، گفتگو میشه، او حاشیه است اما ممد است که کمک جدی میکنه با پروسی. نشست استانبول هم در راست؟ ممکن نمرده، یعنی او زنده هست، سرش بحث جریان داره. ولی او روزایی که نشست استانبول مطرح میشد، او روزا از نشست تهران گپی نبود، نه؟ ولی تهران پیشی کرد، طالبان هم دعوت کرد، حیات از جمهوری اسلامی افغانستان هم رفت، روی روی با هم ملاقات داشتن. چی نتیجه به دست آوردن؟ خب این مشکلی که مشکل بیش از 14 هست، در یک جلسه و در یک ملاقات و در یک چی حل نمیشه. اما هر قدم در جایش مثل یک خشتی است که شما میمونید و بالاخره به اکمال تعمیر میرسید. ولی مردم افغانستان بسیار منتظر هستند که زودترین فرصت آتش بس باشد در کشور، فضای صلح حاکم شود. حق دارن، بالکل حق دارن. و به خاطر از اینکه مردم حق داره و دولت و سیاسیون نخبه کشور خود مسئول میدانن، هم بلندترین سطح حیات میرن دوها که طالبا ببینن. ورنه اونا هم حیات مذاکراتی دارن، ما هم حیات مذاکراتی داریم. خب حیات مذاکراتی گروپ های تماسشان با هم میبینن، اما از اینکه مردم عجله دارن، مردم به سطوح آمدن، فرار جوان، فرار مغز صورت میگیره، به مخاطر دولت و سیاسیون نخبه کشور به اساس درک مسئولیتی که دارند اون کلشان یک جایی میرن به پیش طالبا در دوها و نقطه نظر افغانستان هم از مردم عزیزه، از این قشر جوانی که در 20 سال رشد کرده، اینا رو میخوان برای طالبا تشریح کنن و همچنان از طالبا میخوان بشنون که اونا چی نظر دارن، اونا چی فکر دارن، اونا چی طرح دارن، پالیسی هایشان در موارد مختلف چی است. بازم ما تکرار میکنم که توتا توتا میشنویم. ما با زنا حقوق میتیم مطابق شریعت، ما با تعلیم کاری نداریم، ما با خدمات کاری نداریم. ولی در مورد انگلیسی که ضرب المثل است میگه devil is in details، مشکل در جزئیات است. وقتی که به جزئیات بریم دیگه، این همی هر قدمی که برداشته میشه ملاقات ها با طالب ها، اونم یک قسمت از جزئیات میبره، بروز میکنه و باز برای راه حلش تلاش صورت میگیره. از طالب ها چی کسی در این نشست اشتراک میکنه؟ معلومات داره؟ کار از اوناست، ولی گفته شده که ملا برادر، ملا عبدالغنی برادر که معاون سیاسی تحریک اسلامی طالبا است، اونا رهبری حیات جمع خود با خود می داشته باش. چقدر فضا در کشور برای آتش بس فرام شده در حال حاضر؟ در کشور در این طرف، در طرف جمهوری اسلامی افغانستان، همیشه خواهان آتش بس بودن. هر فرد عادی، ملکی، نظامی، نیمه نظامی، کلشان آتش بس میخواهند، کلشان صلح میخواهند. ولی طالب ها، تحریک اسلامی طالب ها، ملاحظات خود دارن در مورد آتش بس. این بزرگا که علما هستن، علمای جهت هستن، سیاسی نخبه کشور هستن، یک عمر مبارزه کردن، خدمت کردن به کشور، همه هم میرن که امیره برشان قناعت بتن که بیا اگه آتش بس بکن که باز پروسه صلح سرعت پیدا کنه. اگر آتش بس نشه، اعتماد مردم برای صلح جذب کرده میتونه؟
مردم اعتماد دارن براوند صلح، اگر نمی داشتن خب باز اعتراض میکردن. مردم نگران دوام جنگ هستند. مردم شاید عزیز که آتش بسی در راه نیست. خب یکی دو آتش بسی موقت داشتیم، ممکن خدا کنه که در ایدم داشته باشیم حداقلش، عموم خوب است. از هیچ احتمالش هست که آتش بس شود؟ احتمالش هست که در نتیجه همی سفر اعلانات شود در مورد آتش بس. یعنی توقع ما خویست که حداقلش طالبا بگن که سهیس سه یا چهار روز آتش بس ولی قابل تمدید. مربوط به این میشه که مذاکرات چطور شکل. اگر با حق هر قیمت شود هر چیز از حکومت افغانستان بخواه؟ پیش از پیش دیگه قضاوت کردن مشکل است. ببینیم که اونا چی میخواهند، چی توقعات دارند. یعنی بازم دو قسمت، من نظر شخصی خود با شما گفتم. من نظر شخصی مدلستیسیا بودن. چرا طالب ها دلستیسیا؟ ما کش مذاکره میکنیم، ما میخواییم یک دولت شریک داشته باشیم با طالب ها. چرا دلستیسیا باشن؟ یا هم هر کسی که در زندان است، اگر در زندان طالب ها هست، اگر طالبی در زندان دولت است، موقف شخصی میست که اینا باید هر چیزو تر رها شود. ما شاید نشست های بودیم در مسکو، در ایران، چند بار در مسکو هم صورت گرفت. نتیجهش تا هنوزم چیزی که مردم افغانستان انتظار دارن نیست. فکر میکنیم این بار نشست دوها همانند همین نشست های مسکو و ایران خواهد بود؟ نه، باقی دیم بازم هم تو خدمت شما عرض کردم، هر نشست یک خشتی است که بالا مانده میشه. این از خشتهای بسیار مهمی میباشه. چندین خشته است که در این سفر در دوها مانده میشه و باز همزمان یا متصلش در اسلام آباد میباشه. ولی مردم از نشست ها نتیجهش تا هنوز معلوم نیست. هر بار نشست میشه، حکومت هم اشتراک میکنه که طالب هم به نتیجه نمیرسد. خب مردم خدمتتان عرض کردم، اولادشان کشته میشه، مهاجر میشن، بی جای میشن، بی جا شده که در بدریست. اونا حق دارن که زود نتیجه بخواین، اما یک مشکل است که اوقدر زود نتیجه به نتیجه رسیدن کار مشکل است. ملامت کار کدام طرف است؟ ممکن نیست. ملامت کدام طرف است؟ خب اگر در بازی ملامت بودن شویم، باز به صلح نزدیک نمیشیم. ما بقیده ما باید کوشش کنیم که فضا اعتماد رشد بدیم بین تحریک اسلامی طالب و بین جمهوری اسلامی افغانستان. چرا او فضا تا هنوز نامده بوجود؟ خب شاید کوتاهی های باشه، شاید هم مسئله مشکل باشه. کدام مورد کوتاهی صورت گرفته باشن؟ از طرف کدام حکومت هم کوتاهی کرده؟ بقیده ما خود که نکده، یعنی قسمی که شما پیشتر گفتید توافقنامه بین امریکا و طالب ها امضا شد، یعنی الزامیتی نداشت سر دولت افغانستان که او را قبول کنه. چرا نه شریک بوده نه امضا کردن، ولی با وجود از اون 5000 زندانی طالب ها را رها کرد. با وجود از این هیچ وقتی برای مو بیرون شدن از لستیسیا مخالفت نکردن، همیشه توافق کردن که او تمدید شوه. کاملا نبرام بدن، خب موقتا تمدید می شدن ملل متحد. اگر دولت بخواهد که مخالفت کنه بو باز می تانه. چرا دولت نماینده رسمی مردم افغانستان، اگر فشارهای بیرونی باشه باز در مقابلش استادگی می کنه؟ چی قسم فشار آورد؟ امریکا فشار آورد که 5000 زندانی رها شد. خب امریکا یا فشار آورد یا خواهش کرد. امریکا دمی 20 سال متحد افغانستان بوده، به ده ها سال آینده متحد افغانستان خواهد بوده باشه، ممد افغانستان خواهد بوده باشه. همین نظامی که ما شما زود دفاع میکنیم، او رو خوش داریم، او رو من نیست یک چارچوب دوست داریم، اینی بدون همکاری امریکا که امکان نداشت که ایره امریکا بسازه. واقعا همکاری خوب است؟ یعنی همکاری خوب است ولی اشتباهات هم داشته. در کدام مورد اشتباهات کرده؟ خب در مورد همارا سیاسی نقد کرده از نقش امریکا. بله بله بله، یعنی کوشش کنیم اول خوبیهشان رو بگیم، مردم خوش داره بدیه رو بشنوه. مهربانی. خوبیهش که لستش کلان است. یعنی امی شما یادتان نمیه، ما دفعه اول که کابل آمدم، که هنوز امریکا نامده بود، ما رسیدم به کابل، میدان هوایی کابل نبود، طیاره در بگرام میشش. کابل که رسیدم بعد تیاره ملل متحد آمدم، از اسلام آباد کارمند ملل متحد بودم. یعنی از تیاره از هوا که کابل دیدم اشکایم استاد نمیشن.
از او حالت آل شما در یک هلیکوپتر بالا شدنده می شهر کابل، ده هرات، ده مزار، ده هر کدامش بگردید، بسیار انکشاف آمده، بسیار باسازی. کوتاهیش چی است؟ چی کوتاهی کردن؟ کوتاهی اولا به ریشه تروریسم دیرتر توجه کرد. فکر میکردند که تروریسم در قریجات افغانستان است که در حالی که نبود قریج مردم افغانستان سر تا سر برای افغانستان خوش آمد برای امریکا خوش آمدید گفتند ولی اونا امور قدرش نکردند شبها رفتند در خانهش آزارشان دادند طفلا را آوردن بندی ساختند در باگرام که او طفل جوان شد و حتی ریشش سفید شد با گوانتانامو همه افغانای ما شما افتیده هیچ کشور دیگه نیست ولی افغان اوجه افتیده در حالی که حمله که سر امریکا شد هیچ افغان دو نبود دیگه کشورها بود یعنی این تو اشتباهاتی بوده که افغانا را آزار هم داده در روند سال اشتباهی کرده؟ بله با طالبا که یک چیزی امضا کردن با عقیده ما با عقیده شخصی ما امو توافقنامه خروجشان باید با دولت افغانستان می بود پارتنرشان جانب مقابلشان دولت افغانستان است با دولت افغانستان باید توافقنامه خروج خود امضا میکرد با طالبا باید توافقنامه ختم دشمنیشان امضا میکرد این خوب شد که دشمنی بین طالب و امریکا ختم شد این را ما خوش هستم ولی خروجشان و آمدشان این با یک دولت بشه که مشروعیت داره در حال کابل در گریست جمهوری ششتا در حال فعلی لازم بود که خروج خود با اینا امضا کنه ایجا نه اوجه اوجه با توافقنامه ختم دشمنی را امضا میکرد در مشروعیت این نظام چرا اقدر امتیاز امریکا به طالب میده؟ خب اونا باید چی فکر میکنن؟ بسیاری های در امریکا که پشت از امی گپ بودن که بازیگر اصلی همی سناریوی دو سال قبل بودن شدیدن در امریکا هم زیر انتقاد هستن اونا باید جواب بگن جواب دیستن شکر اجازه دارید که بس را از نقش پاکستان در گفتگاه سلام داشته باشیم شما دقیق در 4 دسامبر 2014 انگام خداحافظی از وزارت داخله گفته بودن که اگر ما به این خیال هستیم که پاکستان طالبان را به میز مذاکره بیاورد این خواب است خیال است محال حالا چی شده که نقصه از مدر باز تکرار میکنه میازمین خب هر چیز تغییر میکنه او وقت وضعیت تو بود دو سالا یعنی قضاوت ما بر اساس گذشته بود زمانی که ما سفیر بودم از 2011 تا 2013 و ادمو روز اگر تان باشه سر رئیس جمهور صدا کردم که ما به سرحدی که رفتیم با پاکستان خود رفتم نمیتونی ولی چیزی به دست ناوردیم ما منظور ما گذشته بود در آینده حالی که مثلا پاکستانی ها میانم و بلندترین مقام نظامی و سیاسیش و میگه که خب اشتباهات کردیم ما در گذشته اشتباهات شد ما حالی حاضر هستیم که همکاری کنیم من فکر میکنم تقاضای عقل و منطق دیپلماسی همیست که برشان فرصت بید نه من این قضاوت نمیکنم که تغییر کرده کم وضعیت تغییر کرده طرز بیان و طرز گفتارشان تغییر کرده اما این قضاوت نمیکنم که تغییر کرده من همیشه میگم که در حال تغییر هستند با شما طرف تغییر روان هستند ویژه جمهوری در امور پاکستان هستند با پاکستانی ها ملاقات داشتند واقعا بگن تغییر کرده سیاست پاکستان در قبال افغانستان چی میخواه پاکستان از ما؟ خب ما خدمتان عرض کردم که در حال تغییر است به طرف تغییر روان است خوشبین هستن؟ خب مربوط میشه با چی که چی واقع میشه ما خدمت شما تشریح کنم برای بیننده های محترمتان یک فرصت است که ما همون گپ دل خود بگویم اینطور است پاکستان در طی 74 سالی که منیس یک کشور عرض اندام کرده چندین بار در مورد افغانستان پالیسی خود تغییر داده آخرین باری که پالیسی خود تغییر داد در مورد افغانستان وقتی که امریکا داخل میشد یعنی به عباره دیگه طالبان دوستشان بود متحدشان بود پاکستان یکی از کشور جهان بود که به رسمیت میشناخته شد طالبان را ماند با امریکا دستی که کرد گفت در جنگ بر علیه تروریسم موقتتان هستیم بعضی از بزرگای طالبان رو بندی کردن به امریکا سپردن مثلا ملا سلام ضعیف مثلا 10 سال بعدش ملا عبدالغنی برادر رو بندی کردن خب یک تغییر پالیسی بود که در وقت واقعش حالی که امریکا میبرایه و طالبان در حال پیشرفت است در اطراف افغانستان
طبیعتاً هر کشوری در جایگاه پاکستان باشه پالیسی خود تغییر میده. ما نمیفهمیم که پالیسیش در کجا استاد میشه، چی میشه، ولی ما میتونیم رول بازی کنیم که می تغییر به طرف مثبت بره، کار کنیم که پالیسی خود تغییر بده به یک شکلی که در افغانستان یک حل سیاسی همشمول اونا حمایت کنند، برای یک حل سیاسی همشمول زمین هم مساعد کنند، نه ای که برای برگشت امارت اسلامی. اونا و انتخاب هم دارن که برای برگشت امارت اسلامی. ما کوشش ما باید پاکستان انتخاب داره؟ انتخاب داره ولی نکده انتخاب آنوزه بقیده ما. او گزینه هست سر میزشان که بگذارن که طالبا بین امارت اسلامی رهیا کنن. یک چرا از این نظام حراس دارن؟ از کدام نظام؟ نظام کالا داره. دقیق شد به ایگه بی بسیار مهم است. این طور است که دو گزینه دارن. یک گزینه که برای آمدن یک حل سیاسی همشمول کار کنن که طالبان جز از او باشه. یک قسمت از استبلیشمنت پاکستان شاید به این فکر باشه، شاید به این فکر باشه که مو طالبان رو ما خوب میشناسیم، ما امارت بخیر ما بود، چرا با ما اونا کمک نکنه. ولی کم مربوط با ما و با جهان هم میشه که پاکستان قناعت بدیم که امی همه شمول بخیرت است، بخیر تو هم است، بخیر ما هم است، بخیر منطقه هم است. قناعت دادین تا هنوز برش؟ انوز اونا انتخاب نکردن که وقتی که انتخاب کردن باز من میفهمم که آیا قناعت دادیم یا ندادیم. در این نظام تا هنوز با 20 سالش چرا دستگاه دیپلماسیم داریم؟ قناعت داده نشده برای پاکستان که این نظامی که کنونی نظام همه شمول به فایده پاکستان است. بله. خب یک هر کس بر خود ملاحظاتی داره. من خدمتتان عرض کردم که هر حکومت بعدی که در پاکستان آمده تا تجربه می بوده گفته گذشته اشتباه کرده بود، من دیگه نمی کنم. حرفی که همیشه شنیدیم. خب ما دیگه چاره چی داریم به جز از این که دوام بدیم، کوشش کنیم که اونا گزینه درست انتخاب کنند، اما گزینه را انتخاب کنند که به خیر مردم افغانستان هم باشه، به خیر مردم پاکستان هم باشه، به خیر منطقه هم باشه. فکر نمی‌کنین کوشش تنها ما نه، کل کشورهای منطقه. فکر نمی‌کنین دی وقت با ضعف مدیریتی نظام به وجود میاد که ما جز دیگر راهی نداریم، مجبور هستیم با پاکستان هم یک قبیله ما بتیم؟ شما بگین چی راه دارین؟ کشور اتمی است. شما اتم دارین؟ چند سال دیگه میگیره که به اتم برسه؟ چاره‌ای نداره. و به خاطر از این کار طالبان حمایت میکنن؟ بله، دیپلماسی اگر نه رای تانست. دیپلماسی که فکر میکنن واقعا صادق و همکار خوب است؟ دیپلماسی کنیم؟ نه، دیپلماسی که ما وقتاً فوقتاً باید اون رو بهتر بسازیم. اگر ما ضعف‌های داشتیم، ضعف‌های خود اصلاح کنیم که بهتر شو، که تاثیر ما، اثرگذاری ما سر پاکستان بهتر و بهتر و بیشتر شود، که اونا انتخاب درست کنند، اونا انتخاب نکنند که به شر ما هم باشه، به شر خودشان هم باشه و به شر منطقه هم باشه. آله در قسمت جنبندی ازی شما خواستین که بفهمین که چی شده و در کجا واقع است. بقیده ما چانس ازی که پاکستان یک حل سیاسی همه شمول ترجیح بده بیشتر است نسبت به او گزینه دیگه، چانس ازی بیشتر است. اما نوز تصمیم نگرفتن. در اول جولای در پارلمان خود پشت دروازه بسته جلسه داشتن. شما خبر دارید چه مورد صحبت شده در درهای بسته پاکستان؟ من خود نبودم اونجا، اما من حیث نماینده ویژه رئیس جمهور طبیعتا یک کسی که نماینده ویژه باشه یک دوست آشنا داره که باز برش قصه میکنه. خب قصه‌ای که ما شنیدیم بسیار بحث داغ بود. یک تعدادشان از این گزینه حمایت میکردن که طالبا حمایه ماست، دیوار حمایتی ماست، اما یک تعداد دیگه باز میگفتن که نه، با حمایت از طالبا شما همه دوستایتان در منطقه و در جهان هم از دست میتین، مردم افغانستان هم از دست میتین، حل همه شمول ترجیح بتین. به نتیجه نرسیدن. آخرش گفتن که خب این دو سه جلسه دیگه میخواه که به نتیجه برسید. در روزهای اخیر ما شاهد هستم که مقامات افغانستان انتقاد تند با پاکستان کردن و پاکستان واکنش تند داشتن. چی میشه؟ چی میخواه؟ چی وقت نشده؟
نمیه 70-74 سال که از عمر پاکستان بگذره رابط ما نمیتو بوده، یک دور انتقاد و یک دور تنش داشتیم، یک دور رفاقت داشتیم. رئیس جمهور بسیار تند انتقاد کرد. در دور هر رئیس جمهور شده، در دور علی حضرت محمد ظاهر شاه هم شده، خو پادشاه بود زیاد خود دخیل نمی ساخت، صدر اعظم داشت، وزیر خارجه داشت، به او ستام شده. در سال اول داود خان تیره ترین سطح روابط داشتیم، ولی در سال اخیرش باز خوب شد. یعنی در دور کرزی صاحب من بهترین حالت روابطم دیدیم، مو بهترین حالت روابطم دیدیم که دیگه خود برادر میگفتن. زرداری و کرزی صاحب بسیار خوب رفیق شخصی شده بودند، همراه با احمدی نژادی سه نفر بسیار خوب رفاقت شخصی داشت. در دوران دکتر صاحب غنی هم اینه چی خود داره. ریشیش چی است که همواره ما انتقاد میکنیم انتقاد میشیم؟ ما فکر میکنیم یا ما ثبوت هم داریم، ما شواهد هم داریم که اونا دشمن ما را حمایه میکنن بر علیه ما. اونا ما را به این چیز متهم میسازه که ما هم دشمن از اونا را پناه میتیم و بر علیه از اونا استعمال میکنیم. ما خو دولت افغانستان متواتر برشان اطمینان داده که ما هرگز خاک خود بر علیه هیچ کسی اجازه نمیدیم که هیچ کس دیگه استعمال کنه. اما اونا تابال نپذیرفتن. در صورت که شما سند امیرا کردین؟ بله بله بله. اما اونا باز خو کمکایی که میکنن خو عجب به سند نیست و خو روشن است، کل دنیا میفهم که همیشه دشمن افغانستان پناه دادن و اجازه دادن و باز نام مهاجرین داده برش، او خو یک حقیقت است. اما اونا هم ما را متهم میسازه که هرگز قادر به ارائه ثبوت نشدن. در نمی 20 سال قادر به ارائه ثبوت نشدن. ما گذشتهش من نمیفهم. در موجودیت سند که ارائه کردین بازم طالب پاکستان قبول نمیکنه که از دشمن افغانستان حمایت میکنه، چرا؟ خب نمیفهمم، تعریف خاصی از منافع خود شاید داشته باشه. اما خب چند روز پیش شما شاید از اینه بدین که وزیر داخلی فیلیش بر حالش گفت طالبان در کل پاکستان هست، در اینجا زندگی میکنن، در اینجا کاروبار دارن، در اینجا تداوی میشن، در اینجا خانه دارن. خودش قبول کرد وزیر داخلی. شما در اداره که پاکستانیا دارین من حیث نماینده ویژه ایراد کردین، حرفم گفتین، مقامات حرفای مقاماتشون برایشان نوت کردین، چی گفتن؟ چی میگن؟ غیر از او خیلی دیگه چی کنیم که مجال اینمی گپاس کلش؟ جواب از او برای شما چیست؟ خب اونا بعضی اوقات میگن که اینا خو به حیث مهاجری جه هستن. یک زمان شما جوان استین، یک خاطره خود خدمت شما عرض کنم. در سال 2005 وقتی جنرال مشرف بود که رئیس جمهور ما همی گپا برشان گفت با ثبوت با چی، بازو گفت که او برادر خو کلش لنگی میپوشه، کلش ریش دراز دار، افغان ها ما که تفکیک کرده میتونم. اما سفیرشان شته بود، سفیر پاکستان در مجلس، رستم شاه مومند، اون پا کولم میپوشه، گفت این رستم شاه مومند هم که از امی جبره با طالب فرقش نمیشه. یعنی ای بهانه های داره که اینا اگر زندگی میکنن در لباس مهاجرین هستند. اما خب بالاخره او گپ در می اواخر روشن ساختند، حتی میرن اموجا مشوره صورت میرن. بله وزیر داخلیشون قناعت کرد، رئیس ستادشان در یک مجلس گفته، دمو مجلس اول جولای اون گفته. چی میخواد پاکستان با حمایت از طالبا که میخواد افغانستان جنگ داشته باشن، چی هدف داره؟ خب ما پالیسیشان نخواندیم و با ما شریکم نساختن، حد زده میتونیم. و یک زمانی تو بود که افغانستان عمق استراتژیک خود فرض میکردن که گفت که میگفت که اگر هند سر ما حمله کنه در مابین کمر ما باریک است از لحاظ جغرافیه، ای افغانستان عمق استراتژیک ما میشه، سر ما فشار بیاره، بیا ما در اینجا پناه برده میتونیم، پناه نظامی البته، یک قدم عقب نظامی برده میتونیم. یا هم مثلا در مورد کشمیر افغانستان استفاده کردن برای تربیت مبارزین کشمیر، از خاک افغانستان استفاده کردن. بله بله، دوران طالبا خوب عزیز دوران طالبا کردن. خب یعنی در حال حاضر خود استفاده نمیکنه؟ نه، در حال حاضر نمیتونه، یک دولت است، اجازه هم نمیتین. اجازه با چی تو بتیم؟ چرا یک مسئله که همواره همه نگران از اون موضوع بودن، پاکستانی ها در قبال افغانستان نگرانی های داشتن،
پیش از سفر رئیس جمهوری به امریکا، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نگرانی داشتند و گفتند که نباید تصویر منفی بر امریکا از پاکستان داده شود. بله. چرا؟ چی میگن؟ از چی ترس دارن؟ خب نیم پنج سال اگر ما شما خو اکثرا عادت داریم نقاط منفی رو میبینید، نیم پنج سال و تا قبل از اون یا در شش سال دولت افغانستان تانسته که در جامعه بین‌المللی مراجع مهم قناعت بده که کل مشکل در پاکستان است. ولی با قناعت ما به سال نرسیدیم. این همی دایلم است، این همی مشکل است. اگر ثابت بسازی که مشکل در پاکستان است، باز او همکاری خود کم میکنه. اگر دست سرشان کش کنی، از دیپلماسی کار بگیری، چیزی به دست نمیری. اما این یک حقیقت است که دولت تانسته که بر جهان این را واضح بسازه که مشکل در کجا است. و پاکستان بنا به اونمو مشکل زیر فشار IMF است، فتف است، دیگه مشکلات داره. با او خاطر توقعشی بود تا که رئیس جمهور غنی که میره به امریکا شکایت نکنه که مشکل در پاکستان است که باز امریکا از طریق IMF و دیگه و دیگه سرشان فشار میره. خب این یک دستاورد افغانستان است. قرار است یک نشست اسلام آباد برای صلح افغانستان باشه و عمران خان با رئیس جمهور پیشین حامد کرزی صحبت هم کرده و دعوتشان کرده. شما با خبر هستن چی مورد صحبت میشه؟ کی را دعوت کردن و در چی مورد صحبت میشه؟ اجنداش چی است؟ اما سه هفته قبل سفر رئیس جمهور به امریکا در سطح رهبری دولت مشوره جریان داشت که یک هیئت عالی رتبه تحت ریاست جناب کرزی صاحب برای به اسلام آباد و گپای روشن کتشان بزنه. چی مشکل داری که ما؟ چی توقعات داری از ما؟ او هیئت در حال ترتیب بود که سفر امریکا واقع شد که هر دو مورد به تعویق افتاد. دوهم به تعویق افتاد، اسلام آباد هم به تعویق افتاد. بعدش سه روز چهار روز قبل اسلام آباد دعوت نامه روان کرد برای جناب کرزی صاحب، برای جناب دکتر صاحب عبدالله، برای همه بزرگای سیاسی حدود 31 نفر دعوت کردن. خب نامش هم گذاشتن کنفرانس صلح افغانستان. ما یک کمی غافل گیر شدیم به خاطر که ما به او دیگه فکر بودیم که خود ما هیئت بسازیم و بفرستیم. اونا خودشان دعوت کردن، به مو فکر خود دعوت کردن. ما مشوره کردیم که در این وقتی که ما با دوها میریم، این روزای کم که مانده به عید، شاید دو گپ شدنتان عملی نباشه که هم دوها برین هم اسلام آباد برین، هم روزه عید ما فرق داره، ما یک روز نزدیک است عید برای ما. و بالاخره تصمیم گرفته شد که به پاکستان مشوره داده شود که امیر برای بعد از عید موکول بسازین، معطل بسازین و باز با یک هماهنگی درست و دقیق تر بین دو وزارت خارجی کشور ای کنفرانس دایر شوه و ای بزرگا برند به اسلام آباد، حرفی داشته باشند با پاکستان. و در ضمن ما باید بفهمیم که آیا امی یک جلسه است، امی یک سفر است یا یک پروسه هست. تانوز توضیحات ندادم برای تو. تانوز توضیحات ندادم. و به تأخیر افتیده؟ فکر کنم به تأخیر افتیده. هنوز رسما پاکستان اعلان نکرده به تأخیر افتادنش. چرا؟ سه ساعت پیش سخنگوی وزارت خارجیشان گفت که نه، کنفرانس هنوز هم روی میز هست و دایر میشه. خب امیالم پیش شما که میامدم در تماسا بودم با مطبوعات پاکستان، با مقاماتشان، ما فکر میکنم که از امیجه که برایم بشنام که پاکستان قبول کرد که به تعویق بفتن. چی کسان اشتراک میکنن؟ با خبر هستن با جز از کرزی صاحب؟ بله طبیعتا با خبر هستن. کی هستن؟ اشتراک میکنن ویشه گفته نمیتونن، ولی به چی کسی دعوت نامه رسیده، چی کسای دعوت شده، چی کسان دعوت شده؟ ای تو درست. خب دعوت شده دو بزرگوار خود جناب کرزی صاحب، دکتر صاحب عبدالله، جناب آقای حکمتیار، استاد سیاف، پیریش سید احمد گیلانی، دیگه خدمتان ارشاو خلیلی صاحب، قانونی صاحب، استاد عطا، صلاح الدین ربانی، استاد محقق، عجیباتور دوستم و به می شکل حدودی 30-31 نفر است. از ارگ ریاست جمهوری به چه کسی دعوت نامه فرستاده شده؟
از ارگی ریاست جمهوری طبیعتاً که مرا وظیفه ایم است شما خنماینده است نام مدلست بوده و دیگرهایش به وزیر سیب خارجه را دعوت کردن و دیگر او خوب با مشوره رئیس جمهور تعلق داره که هر کسی بگه که خودتان برو او هم میتانست بر یا بگه که دعوت نامه برای کسی نامده برای ارگ ریاست جمهور برای رئیس سیب جمهور هم یک پیام آمده بود که سفیر پاکستان رفت با دکتر سیف فضلی شریک ساخت و پیام و هم فردا در تاشکند صدر اعظم پاکستان میره پیش رئیس جمهور و او را کتشان گپ میزنه دعوت رئیس جمهور بعد است و بعد از این پروسه موضوع خود رئیس دولت است رئیس جمهور است با یک پروتوکول احتمالش است که رئیس جمهوری غنی به پاکستان بره؟ بله نوبتش است چرا آخرین بار صدر اعظم پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته آمده بودن امی روان تعامل بین دو کشور همی تو بوده که از او طرف که به باز از این طرف میره باز از او طرف میره که دوران کرده است حدود 20 سفری به می شکل واقع شد در دوران دکتر سیبانی به او پیمانه نبوده کمتر بوده چرا دکتر سیبانی موقفشی بوده که اگر دستاوردی باشه باز میرم اگر نباشه چی ضرور که برم حال دستاور دارن که سفر میکنن؟ امید است پلان است کارهای خانگی هر دو طرف صورت میگیره که سفر رئیس به جمهور غنی هر وقتی که واقع میشه پر دستاورد باشه طالب هم اشتراک میکنه؟ خبر است نه ده این قدم خونه این قدم مشوره بین دولتین است بین دولتین است و سیاسیون نخبه از هر دو کشور چرا بعضی از بزرگایی که دعوت شدن اونا جزی دولت نیستند ولی جزی جمهوریت هستند زیر پرچم جمهوریت زندگی میگو اونا هم دعوت شدن این مرحله بین دولتین است دیروزات دیدارهای سفیر پاکستان در افغانستان منصور خانم گرم شده همین دعوتنامه را می برد به همه بزرگا با هر کسی که دیدار کرده دعوتشان کرده اکثرشان هر کس گفته نمیدونم اکثرشان یک مسئله دیگه است که خط دیرند اگر سرش بحث بکنیم مقامات پاکستانی گفتن 90% کارشان به اتمام رسیده و رئیس جمهور غنی در خصوص بسیار انتقاد کردن گفتن اگر طالب حاضر است خط دیارنده نپذیرند ما حاضر است و امرایش صلح بکنم اگر 90% کارش تک به اتمام رسیده باشد چی میکنه حکومت افغانستان تا هنوز چرا کار نکرده خب این شروع شده در یک دورانی که من تقریبا مخالف حکومت بودم بعد از او که من با حکومت یک جای شدم در پروسه صلح او شاید 10% کارش پیش رفته بود یا 15 یا 20%. این 80% در وقت شما؟ 80% بعد از او. اما ما که پرسان کردیم و تحقیق کردیم این روی کدام توافقی نبوده. اونا یک طرف ها شروع کردن و دولت فکر کرد که دیگه مشکلات زیاد داریم آره دیگه وقت چی تو درگیر شویم سر خط دیورند شاید تو فکر کرده باشه ولی او کار ما نیست او صاحب کاری ما نیست اما خو شده ما باز از یک دیدگاه دیگه هم این رو دیده میتانم به خاطر که حال خو شده دیگه بین هند و پاکستان هم همه تو مسائل هست ولی هم خطا که کنترول لاین میگن او خط اردود کشور چی ساخته کتاره ساخته از اونها باز کتاره بسیار قوی و چی است هم پاکستان ساخته هم هند ساخته یعنی در بین شک ساحی که نومن لند میگن که از هیچ کس نیست در بین شد یک ساحه هم است خب این حال پاکستانی ها اگر به طرف به اصطلاح خط دیورند که ما منیس مرز نمیشناسیم منیس خط میشناسیم او طرف کده باشن و افغانستان اقدام نکرده در جلوگیری از این ای یک مسئله هست که با بحث بیشتر ضرورت داره اما ما که پرسان کردم برای ما گفته شد که هیچ نوع توافقی نبوده اونا یک طرف کار کردن 90% به اتمام رسیدن در ولسوالی لالپور دروازه ساختن بلد. چی میکنن حکومت افغانستان فکر میکنن؟ چرا دانوز چوب هستن؟ ما باید یک دیدگاه دیگه ببین کل حقوق سوالی را طالب ها اکثرش گرفته میخوام در این مورد بحث باز میکنم بله یعنی باید واقعی بین باشیم اگر سر از می کتاره جنجال شوه
این رو بسنجین که به خیر کی هست، به ضرری کی هست. یعنی به خیر افغانستان میدانین خط کتاره که ساخته شد؟ به هیچ صورت نی، به خیر پاکستان است. اما تقابل جنگ سر خط ایره نمیفهم که برندکی میباشه. او یک کشور اتمی هست، ما یک کشور داخل جنگ با خود هستیم، با خود ما در حال جنگ هستیم. در این حالت ما میتونیم که اتو قضایه بسیار مهمه که تیزو حل کنیم. ای به این معنی نیست که ما شخصا طرفدار کدام همدردی با موقف طالبان در مورد خط دوران نی اوتو نیست. از دیدگاه دیگه دیده میتونی اگر پاکستان هر وقت دیره میخواست کتاره بساز در این وقت باید نمیساخت که ما در حال جنگ هستیم، ما ضعیف هستیم، ما مشکل داریم. در این وقت باز می در خط که تا نصف فیصله شام نشده که مربوط پاکستان یا افغانستان، نصف فیصله شام نشده و باز کتاره میزنه. این نظر شخصی خود بس شما خود از دمور دولت پرسان کردیم. دمور دولت که ما پرسیدیم میگه ما هیچ نوع توافقی نکردیم، اونا یک طرفه کار کردن، ما در حالت و در موقفی نبودیم که از زور کار بگیریم و مانعش. چه فکر میکنین در این اواخر ولسوالی پیهم سقوط کردن، به دست طالبان افتیدن، بنادر تجارتی افغانستان به دست طالبان افتیدن، چرا؟ آیا معامله هست؟ آیا ما نمیتونیم حفاظت بکنیم؟ آیا طالب میخواه امتیاز داشته باشه؟ کسی دیگه حمایتش میکنه که این کار رو بکنه؟ معامله خوب به هیچ صورتی نیست. این رو ما زیاد میشنم. معامله چیزی که مردم هم حراست دارن نزم پشتونها هست و دیگه هست. ایچ نوع معامله نیست. اگر هر وقتی کسی ثابت ساخت که ای به اساس کدام معامله شدم، اما اولین متهم و مجرم ما، ای تو چیزی نیست. ما مزمی خاک هستم، از جای دیگه هم نامدیم. امی 40 سال بحران یاد امی خاک بودم یا چهار طرفش بودم. چرا سقوط میکنه تو زیسه؟ دلیل دارم. کلانترین دلیلش ایست که یعنی دلائل داره. کلانترین دلیلش ایست که امریکا حمایت زمینی و هوایی بر ما میداد. یک وقتی بعد از 2014 حمایت زمینیش کم شد، بعد از 2016 بیخی کم شد، در این اواخر حمایت هواییشان بود. نیروهای ما عادت کردن با اون. وقتی که زیر فشار می آمدن با زنگ می زدن، نیروهای امریکایی می آمدن بمباری می کردن، وضعیت از یا خوب می شد. قرار به این نبود که تو دفتن نیروهای امریکایی یک دم بره. شما دیدین که از باگرام آوازهایی بود، حتی بزرگای سیاسی می بود هیچ وقت نمی بره. آوازهایی بود که از باگرام خو هیچ وقت نمی بره، از قندار خو هیچ وقت نمی بره. ولی در 3 بجه شب بر آمد و 9 بجه صبح شما را خبر کرد که من رفتم. ای خود طبیعتاً که یک شوک پیدا میکنه، یک خلا ایجاد میکنه. اونمو خلا را پر کردن پس یک استراتژی میخواه، پس کار میخواه. امی علی رئیس جمهورتان از طرف صبحم 3-4 ساعت با نیروهای دفاعی از طرف بعد از ظهرم به می خاطر که حالت پس تغییر بده. تشکر. عزیز میخواهیم کوتاه در مورد چند سال در مورد شمال افغانستان هم داشته باشم. در چند روز اخیر یک نوار صوتی شما در رسانه های اجتماعی نشر شد. گفتن که قیصانی را باید اجازه داده نشه به شمال کشور برود. چرا؟ او خو نواری بود که در دوران مظاهرات با چی بود؟ با بر علیه جنرال داوود، نه والی صاحب داوود بود. این نوار در او اخسبت شده بود، اما نوار نبود. خواهی کسی محاوره نیم ساعته را 15 ثانیه ساخت. از او خر چیز جور میشه؟ یعنی شما رد میکنین که چنین چیزی نیست؟ نه به هیچ وجه. رفتن قیصری به شمال با ما چی؟ قیصری از شمال، از شمال نره کجا بره؟ چی فکر میکنین دلیل پیشروی اخیر طالبان در شمال بر چی ماناست؟ خب جز استراتژی جنگیشان شاید باشه که دفعه قبل که اینا بروز کردن در شمال با مشکل مواجه شدن. شاید تو فکر کرده باشن که بیا اول از شمال بیا که پسان باز یک مقاومتی در ایجا ایجاد نشه. یعنی اسلحه بالا کردن در برابر طالب در حال حاضر چگونه میدینه؟ آیا کاری خوبی است یا نه؟ در حال حاضر کار شخصی است و کار دولتی است. دولت دفاع خود باید از طریق نیروهای دفاعی و امنیتی خود کنه. مردم که خودشان سلامی وردارن او تصمیم خودشان است. دولت باز مجبور است که بر از اونا یک نظم ایجاد کنه. یک سوال کوتاه در باره
جنبش پشتونها در پاکستان دارم مستقل هست؟ کدام جنبش؟ تحفظ پشتونها که در هستن، پشتین که در رأسشان است. مستقل منظورتان چی است؟ او مستقل است که در برابر حکومت پاکستان استادگی میکنن، هر بار یک گپ در مقابل پاکستان میزنن و پاکستان هم مورا نگران از او حرکت هست. خب او از یک تشخص، از یک هویت پشتونها دفاع میکنه و به گفته خودشان که اونا قربانی مظالم بودن، مظالمی که در دوران جنگ بر علیه تروریسم در او طرف خطی دیورند واقع می شد. به گفته خود منظور پشتون که به هزارها جوان برده شدن و دیگه کسی ندیدنشان، یعنی او خود عکس العمل جوانای پشتون می دانه. حکومت افغانستان، مقامات حکومت افغانستان هم دربارهشان توییت می کنن به حمایتشان. خب هر افغان باید از هر افغان دیگه حمایت کنه. او طرف مرز دیورند پشتونای طرف افغان می دانن؟ در اینمی اول جولای در پارلمانشان بحث اینمی بود، یکی از امو اعضای تحریک پشتونها و همفکرایش اونا متهم شدن که کسی گفت که این ایجا ششتن در پارلمان کرده ما و خود افغان میدانه. او خیز در برابرش گفت که این هویت مسیر هیچ قدرت جهان از ما گرفتن نمیدانه. فکر نمیکنین که در خاک پاکستان با این کارتان مداخله میکنین و توقع دارن که پاکستان در امور افغانستان مداخله نکنه؟ نه، به هیچ صورت نه. هر فارسی زبان جهان که با ما همزبان است، ما دوستش داریم، به زبان ما صحبت میکنه. هر پشتو زبانم که در هر جای دوستش داریم به زبان ما صحبت میکنه. مداخله نمیدانین این کارتان؟ مداخله در صورتی است که ما برش کمک بتیم، یا کمک مالی یا کمک نظامی، که او هیچ وقت نشد. بسیار زیاد تشکر که فرصت گذاشتن داود زئی صاحب. خواهش میکنم.